امیر تتلو دیروز یه استوری گذاشته بود که فردا ترکیه رو ترک میکنم به مقصد لندن و تو استوری بعدی عکس از چمدون بستنش گذاشته بود که همین قضیه براش گرون تمام میشه و پلیس ترکیه سریع دستگیرش میکنه. خود تتلو استوری کرده که گفتن دولت ایران تو رو میخواد و احتمالاً برش میگردونن به ایران. اتهامی هم که به زدن این بوده که تتلو جوانها رو تشویق میکنه به مواد مخدر. البته بعد این هم اضافه کنم که این خبر رو رئیس پلیس بین الملل ایران هم تایید کرده. علی انصاریان ویدیویی از تمرین ورزشی صادق فرزیزاده وزنه‌بردار گیلانی جوانی که در آستانه فلج شدن بود پست کرده و گفته کمک کنیم به قهرمان کشورمون هر جور که میتونیم. بعد از خبرهای بستری شدن استاد محمد رضا شجریان، پرویز پرستویی عکسی از استاد استوری کرده و گفته برای سلامتی خسرو خوبان دعا کنیم. بریم قسمتی از اجرای آهنگ هیچ بابک جهانبخش رو در کنسرتش ببینیم که مردم ازش فیلم گرفتن و خودش هم پست کرده این ویدیو رو و همونطور که قبلا بهتون گفته بودیم این آهنگ رو تقدیم کرده بود به خانواده های داغدار هواپیمای اوکراینی. چون سکوت آمدم تا جسی بر نخورم شد زنفی شدم دیوانم از لباسی از مصیبت نامم فالی نمیگیرد کسی. کامبیز دیرباز ویدیوی جالبی از یه فرد ناشناس که در حال تمپو زدن رو پست کرده و گفته اسم رفیقمون رو نمیدونم ولی اینو میدونم که نونی که میبره سر سفره حلاله حلاله. خیلی باحالی مرد. و اما خبری که از ویکتوریا بکام که حسابی جنجالی شده. ویکتوریا گفته بود تو برند میکاپش هیچ آسیبی به حیوانا نمیرسونه اما عکسی از اون گرفته شده که نشون میده یک کیف 16000 پوندی از پوست تمساح دستش گرفته که همه چیز زیر سوال برده و حامیان حقوق حیوانات حسابی مورد انتقاد قرار دادن.